صبحتان بخیر، بیننده صبح و زندگی هستین. تشکر از شمایی که تا این لحظه با ما همراه بودی و برنامه صبح و زندگی را بر دیدن انتخاب کردین. در این بخش برنامه طبق معمول که روز شنبه هست، جناب آقای ذکریا بارکزی همراه ما هستن و در رابطه با خوشبینی در افراد و در جوانان صحبتشون میخوان همراه ما شما شریک بسازن. خب هر کسی رو با روبرو میشیم، اگر مشکلات ما رو با در میان بگذاریم، میگه تو با زندگی خوشبین باش. اما اینکه ما چگونه باید با زندگی خوشبین باشیم، چگونه با مشکلات بخوایم روبرو بشیم و مشکلات شکست بدیم، همه برمیگره به ما چگونه فکرهایی رو با در ذهن ما داشته باشیم، نه که به توصیه بعضی از افراد که میگن با زندگی خوشبین باش. ای که خوشبین بودن چه طریقه هایی هست و ما باید از چه نکاتی استفاده کنیم در زندگی ما، از جناب آقای ذکریا بارکزی میبینیم و میشنویم. استاد شما رو خوش آمدید میگم، صبحتان بخیر. ممنون، صبح شما بخیر، صبح عزیزان بخیر، خواهان سلامتی تک تکشان هستید. زنده و سلامت باشین. خدا کنه شما هم صحتمند و سر حال باشین. ممنون. استاد بیاین در نخست یک تعریفی از خوشبینی داشته باشین. حالا اکثر کسا میگن با زندگی خوشبین باش، ولی نمیفهمن طریقه خوشبین بودن در زندگی چگونه هست. سلامت باشین. واقعا صادقانه خود رویا جان در نسبت به برنامه‌های زندگی خوشبین هست؟ من بله. خوشبین بعضی وقت استاد هستم، ولی بعضی وقت خوشبینی من کاملا پایمال میشه، چرا که بعضی شرایط ایجاب نمیکنه و بیایم خوشبین باشه به زندگی. وقت هم تو مسئله هست. امروز واقعا داخل وقتی که بس سیستماتیک ما شما ها روی دست گرفتیم، خب بالاخره یکی از قسمت های دوره جوانی در خوشبینی هایش رسیدیم که خوشبینی ها در زندگی چیست. بیایم اگر یک مقایسه داشته باشیم، بریم زندگی های شغلی افراد جوان را مورد بحث قرار بدیم، زندگی های اجتماعیشان را مورد بحث قرار بدیم، روابط اجتماعیشان را مورد بحث قرار بدیم، سطح دانایی یا استعدادهایشان را مورد بحث قرار بدیم، هیچ کسی نسبت به آینده های خود خوشبین نیست. هر کسی رو که از پیشش نگاهی کنیم میگه نه والا آینده ها درست نیست، شاید هم اگر درست باشه مطابق میل من نیست و اون چیزی که ما میخوایم اون گونه بودن نمیتونه. اینا از جمله عوامل هایی هستن یا اینا جمله مراحل هستن که اینها اس خوشبینی را از جدازینا به صورت اساس دور کرده یا از بین برده است. در همین جا وقتی که خوشبینی را صحبت میکنیم، چند پدیده دیگه هم در کنار خوشبینی قشنگ جا باز میکنه. یکی فهم خود خوشبینی است، در مقابلش بدبینی قرار میگیره و در مقابل همه از اینا خوشخیالی قرار میگیره که بعضی اوقات خوشخیال هم هستیم در زندگی. اینا موارد بحث ما هست. از این جمله یکش انتخاب میکنیم تحت عنوان خوشبینی. پس خوشبینی به یک عمل یا به یک عامل اکتسابی گفته میشه که انسان ها در برنامه های زندگی آگاهانه این مسئله را با خود کسب میکنن، اما نسبت به دورنمای زندگی خود در امر شغل، در امر تحصیل، در امر رفاه اجتماعی، در امر برنامه اجتماعی، اینها سوی زن داره، گمان بد داره. وقتی گمان بد داره نسبت به امیدواری ها در خود جا نمیتنه. این مسئله را به نام فهم خوشبینی مورد بس قرار دادیم که متاسفانه خوشبینی در خود ندارن. استاد بیاین در رابطه با دلیل هایی که چرا مردم مثلا میخوان خوشبین باشن و خوشبین نیستن صحبت کنین. حالا اکثر کسا را مثل من خودم میتونم مثال بزنم، اگر بخوایم یک کار انجام بدم قبل از اون فکر میکنم و به انجام دادن از اون خوشبین هستیم، یا به زندگی که مثلا دارم یا به فردایی که امیدوار هستم که دوباره بیه به طرف من خوشبین هستم، ولی من نمیتونم به بعضی از دلایلی که دارم، بعضی مشکلاتی که دارم، اون خوشبینی در ذهنم پرورش بدم. دلایل عمده که نابود میسازه خوشبینی را، اونها برگرفته چه موضوعاتی است؟ معمولا امروز هیکاش انسان ها با مسابه دیگر پدیده ها ساخته به دنیا می آمدن که از همون حوالش تا آخرش قید زمان زده می شد که اینا هیچ تغییر در خود ندارن. همون ما در برنامه های زندگی ساخته می شیم و از اون ساختگی های وجود ما یکیش هم به نام خوشبینی در ما هست. خب حتما دلایل دلی در کار هست که بالاخره زمینه را برای این مساعد می سازه که خوشبینی ها از ما سلب شود یا خوشبینی ها به طرف وانه. چند موضوع بسیار کلیدی در مورد مسئله اشاره می کنیم. نکته اول، یک بر می گردانیم به مو زرزر خانواده ها. معمولا اکثرا خانواده های خوشبین یا اکثر خانواده های بسیار ناز و دوزشنی در سرزمین خود افغانستان با خود داریم، ولی متاسفانه خیلی غرغر و زرزر میکنن. وقتی که اینها غرغر و زرزر میکنن، حرکات و سکنات از اینا زمینه را آنگونه مساعد میکنه که فرزندانی که در کنون خانواده هستن بدون چون و چرا این همه پیدا هایی را که از طرف از اونها نگاه میکنن یا تقلید میکنن، این آگاهانه در خود کسب میکنن. این زرزر خانواده ها آسیب رسان برای فرزندان در کنون خانواده هست. اینجاست که فرزندان در مقابل برنامه‌های فرهنگی جامعه، اینجاست که فرزندان در مقابل برنامه‌های اجتماعی جامعه و اینجاست که فرزندان در مقابل برنامه‌های روابط خود خانواده به صورت کل هینا بدبین هستن، به دلیلی که خانواده در اینجا زرزر کرده است. فرزند تحصیل میکنه، درس میخونه، والدین به بسیار سادگی میگه ما هم یک زمان درس خوندیم، ولی درس خوندن هیچ فایده نداره به خاطر که امروز کاریابی نیست، ما شغل خوب را پیدا کردن نتونستیم. فرزند میره تجارت میکنه، خانواده ها میگه ما هم یک زمان تجارت میکردیم، ولی تجارت زیاد جایی را نگرفت به دلیلی که ما دیگه پولدار بیشتر نشدیم. بچه ها در فکر ازی هستن که آینده ها را بتونن با دوستان خود خوبتر برنامه ریزی کنن، خوبتر بسازن، در مورد زندگی آینده خود خودشان تصمیم میگیرن. والدین به یک بارگی میگن که ما هم در زندگی این کارها را کردیم، اصلا فایده نداشت. آخر ما زمانی که از همه نواقص های خود در دوران خود در کنون خانواده یادآوری میکنیم، غافل از این مسئله هستیم که اینها به صورت غیر مستقیم میاد داخل ضمیر فرزند ما میشه و فرزند ما هم نسبت به مسائل زندگی دیگه ناامید
امیدی رو در خود اختیار میکنند که زرزر و غرغر خانواده ها واقعا یکی از ملایل بسیار اساس است که باید عزیزان در قسمت ازی خیلی باید توجه کرد و کوشا هم بود. نکته دوم، در قسمت نکته دوم اکثرا اوقات ما در کانون زندگی همه چیزها را به خرافات صادقانه ربط میدیم و در حالی که باید در قرن 21 از خرافات دور شد با جهان حقیقی زندگی کرد، ولی متاسفانه ما با خرافات هستیم. این حرف و این معنا هست ما در زندگی بعض حقیقت ها هست که را باید نادیده گرفته نمیتونیم. مرگ در زندگی یک حقیقت هست، بیکاری در زندگی یک حقیقت هست، کاریابی در زندگی یک حقیقت هست، پیری در زندگی یک حقیقت هست، جوانی یک حقیقت هست. خیلی حقیقت های زندگی است که ما اینا رو نادیده گرفته نمیتونیم، اما متاسفانه ما این همه حقیقت ها را ربط میتیمش به یک عامل دیگر. فرزند در کنون خانواده تولد شده، میگیم شگوم یا قدم خیلی نسل داشت به خاطر که مامایش از بین رفت. جوانشان نامزد شد، میگیم نامزدی هستی اصلا خوب نبود، چی قدم بد داره؟ ما هر روز فاتحه داریم، پسر هم عزیزان خود را از دست میتیم. دختر در کنون خانواده تولد شد، بابا بیکار شد، میگیم این همه درست نیست با خاطر از اینکه این دختر قدم خوب نداشت، پدر خود را به یک بارگی بیکار ساخت. میگیم ما از جمله خانواده هایی هستیم که بالای آب روان میریم، جوی خشک میشه، اصلا آب موجود نیست. حالا این همه خرافات در کنون خانواده چرا ما نسبت به دیگران ربطش بدیم؟ هر آن چیزی که حقیقت هست در زمانش به وقوع میپیونده و ما او حقیقت را آگاهانه بپذیریم، اما در حالی که مقصر اصلی از این کسان دیگه نیستن. اینجاست که ما زمینه یا فهم خود بدبینی را میکاریم و خوشبینی ها را دیگه دور میسازیم. باز استاد اگه بخوای نکار انجام بدم، پیش از پیش پیش بینی میکنم، مثلا من این کار اگر انجام بدم باز این اتفاق بر من نیفته، اینی مشکل بر من خلق نشه، نتیجه مثبت نمیتم، مثل ازی که همیشه یک نفر وارد زندگیشان میشه شگون بد به او بند میکنن. این میگه پارم همیشه با مو خرافاتی که دارن در ذهنشان پیش بینی میکنن و مانع از اون کار خودشان هم میشه. همین حرف شما بجاست. ما در همین فصل بهار در شروع بهار از یکی از فامیل ها سوال کردیم که سالهای قبل شماها سمنک خوب پخته میکردین، چرا سمنک پخته نکردین؟ گفت یک روز ما سمنک پخته کردیم، دیوار چپه شد و بالاخره از این بعد ما به فال این موضوع رو به این فال گرفتیم که اگر هر گاهی که ما سمنک پخته کنیم شاید دیوارها چپه شود و ما ضرر ببینیم. خب اینا نسبت به مسائل زندگی خرافات سمنک سرما نمیره، سرما نمیره. اینا خرافات رو آوردن در مورد موضوع جا دادن، وقتی خرافات رو در مورد موضوع جا دادن دیگه ماهیت خود خوشبینی فرار کرد، اینجا بدبینی ها کاشته شد. پس دلیل دومش هم در مورد مسئله این موضوع خرافاتی بود. خرافاتی بود. در قسمت سوم نقشه خیلی اساس یا کلیدی رویا جان واقعا پیش خود موجود دو دانه لیوان یا گلاس ماندگی است. صادقانه گلاس آنگونه هست ما میاندیشیم یا آنگونه که ما میاندیشیم گلاس است؟ استاد اینجا ما ماندیم که چی باید برتان بگیم. سلامت باشین. ما در برنامه های زندگی آنگونه که ما میاندیشیم پدیده ها رو مورد بحث قرار میتیم. حالا گلاس رو اگر به اساس مسائل حقیقتش مورد بحث قرار بدیم، میبینیم که از استکان یا شیشه یا پلاستیک یا از ماهیت دیگه ساخته شده است، فقط به خاطر ازی است که آب نوشجان کنیم. اما اگر ما این گلاس رو در دست یک از دیدیم، اون شخص بر ما خیلی خوشایند بود، از این بعد این گلاس هم خوشایند است. اگر این از این بعد در مقابل گلاس هم متنفر هستیم که والله گلاس هم گلاس درست نیست، اگر این گلاس رو در دست یک رئیس دیدیم بر ما خوشایند است، اگر خدای ناکرده در دست یک فرد بسیار پایین در جامعه دیدیم، این بر ما خوشایند نیست. ما در برنامه های زندگی آنگونه که ما فکر میکنیم پدیده ها رو مورد قضاوت قرار میدیم، اما پدیده ها رو به صورت حقیقتش مورد بحث قرار نمیدیم. عزیزان شماها در کانون خانواده همیشه سعی کنین هر آن چیزی که به صورت حقیقت است به فرزندانتان برملا کنین، احساسات و عواطف و ارزش ها و این مسائل رو از پدیده ها دور کنین، به خاطر که ما پدیده ها رو باید سر جاش ببینیم و سر جاش هم در مورد موضوع قضاوت کنیم. این نکته سوم دلایل است که بدبینی ها رو در حقیقت خوشبینی ها رو از ما فرار می تواد دور می سازن. نکته چهارم، در برنامه های زندگی زمانی که کودکان ما در سال هفتم زندگی به سر میبرن، سالهای هفتم زندگی از اینا یک زمین بسیار آماده هست برای هر آن چیزی که داری کشت کنی در آینده ها حاصل بگیری. اما ما در هنمی جهت در امورات کاری از اینا مداخله میکنیم، این گونه مداخله میکنیم. فرزند ما یک موفقیت در حمر نقاشی داشتم، ما میگیم استعداد خوب در نقاشی داریم. خب اینجا ما زمینه را این گونه مساعد کردیم که محدودیت فکری در اینجا مساعد کردیم که تنها در مورد نقاشی فکر کنه. اگر گفتیم ماشاءالله استعداد بسیار ویژه داری، خب این معنی است که در همه کار خوب میدرخشی. این نسبت به نقاشی خوشبین، نسبت به مسائل دیگه بدبین. این نسبت به انتخاب که یک شی رو از بازار آورده همیشه تشویقش کردیم توی نان رو خوبتر میری، ماست رو خوبتر آورده نمیتونی در مقابل از خوشبین، در مقابل از بدبین. اینا عجب عوامل هایی هستن که بعضی از خانواده رو من میبینم وقتی همرو با فرزندشان صحبت میکنه، یک کاری که فرزندشان انجام بدن میگن تو نابغه هستی، تو تونستی کار بسیار به خوبی انجام بدی، و اون طفل هم میگه برو دیگه، من تمام و کمال کسی هستم که کامل هستم و میتونم هر کار به خوبی انجام بدم و همین رسامی یا همین کاری که من انجام دادم همه قدر بس هستم و پیشرفت خود دارم، و این محدود میسازه زمینه رو برش که بره و بیشتر دیگه کارا رو در کنار از
فقط محدودیت فکری ایجاد میکنه، محدودیت فکری ایجاد کردن خود زمینه را برای بدبینی ها مساعد میکنه، خوشبینی ها را از ما فرار بتن. این چهار نکته خیلی کلیدی در حامل البته حالا خانواده فکر میکنم بیام تشویق کردم فرزند من میتونم زمینه های دیگه برش فراهم کنم و بتونه برای به طرف کارهای دیگه و کارهای مثبت رو خوبتر یاد بگیره، در کنار از اینکه یک کار امروز مثلا رسامی رو به خوبی تونسته انجام بده ولی نمیفهمه که مانع پیشرفت و فرزندشان شده. روی جان حرف جالب را شما مطرح کردین، یک چیز را باید در اینجا گفت که تا دوستا هم با حرف شماها خوبتر معنا پیدا کنه. او عبارت از این هست، ما واقعا در کنون خانواده خیلی اوقات فرزندان خود را نسبت به هر چیز خوشبین میسازیم، میگیم این کارم خوب است، این کارم خوب است، این کارم خوب است. خیلی اوقات فرزندان ما را در مقابل هر چیز تشویق میکنیم، میگیم این کارتم درست بود، این کارتم درست بود، این کار درست بود. ما فراموش کنیم که اگر قرار باشه که ما این گونه تشویق ها رو روی دست بگیریم و در مقابل همه کارها فرزندان خود را خوشبین بسازیم، خب فرزند ما خوشخیال میشه، زمان خوشخیال شد این به محرومیت عاطفی گرفتار میشه، در جامعه شکار هر قربانی میشه. اگر یک کس برش به یک بارگی گفت دوست دارم، این آینده کار در نظر میگیره که والا همه چیزها دیگه درست شد. اگر یک کس گفت که تو واقعا امروز هیچ مشکلی نداشتی، فکر میکنه واقعا هیچ مشکلی نداشتم، این از حقیقت فرار میکنه. پس شماها متوجه باشین در کانون زندگی که همین حس خوشبینی رو در وجودتان به صورت نامحسوس، یعنی به این معنا که از آدرس حرکات و سکنات خود بر فرزندتان خاطر نشان میسازین، نه به صورت افراطی بالای فرزندان تطبیق کنین. در غیر از اون اینها را خوشخیال میسازه و خوشخیالی در زندگی آسیب زاست. خب استاد، این نکته‌ای که شما اشاره کردین، خدا کنه از این بعد خانواده‌ها، جوانان و یک فردی که می‌خواد به زندگیش خوشبین باشه، اینا رو در نظر بگیره تا که مانع خوشبینی خودش در زندگی نباشه. بله. استاد، کسایی رو ما داریم مثلا زیاد استرس دارن و اعتماد به نفس بالایی ندارن و همچنان هیچ به زندگی امیدوار نیستن، به نظر شما برمیگره به همین خوشبینی و بدبینیش که در ذهنشون پرورش دادن؟ بله بله، عامل اساسی همین نکته هست. ما در برنامه‌های زندگی بعضی از افراد با ما در کنار ما هستن که اینها با وجودی که توانایی جسمانی خوب دارن، اینا با وجودی که سابقه تاریخچه خانوادگی خوب داره، اینا با وجود در خانواده خیلی شریف هر زاه اندام کردن، اما متاسفانه نسبت به دورنمای زندگی خیلی اینا بدبین هستن واقع. و این بدبینی ها باعث از این موضوع میشه که ذهن از اینها همیشه در مورد آینده ها یا دورنمای مثلا فکر کنه. این فکر کردن ها یکی بالای هم تراکم میکنه، تراکم میکنه، تراکم میکنه، زمینه را برای افسردگی و استرس و استراب های از اینا مساعد میسازه. حالا زمانی که استرس و استراب ها در وجود از اینا میلان کرد یا به وجود آمد، خب معلوم دار هست که حالت های بد روانی زمینه را برای تناقصات یا نقص های جسمانی مساعد میسازه. این اشخاص دیگه در زندگی خوب رشد کردن نمیتونن. در اینجا یک مقایسه خوبی صورت گرفت، 3 تن از افراد را 15 تن گروه بندی کردن، 15 تن در یک گروه، 15 تن در گروه دیگر. 15 تن در گروه اول خیلی افراد خوشبین بودن نسبت به برنامه‌های زندگی و اینا واقعا به هدف‌های خود رسیدن، هیچ مشکل نداشتن. یک 5 تاش در مسیر زندگی نظر به دلایل مختلف فوت کرد. اما 15 تن دیگه که در اینجا قرار داشت، اینا نسبت به زندگی خیلی بدبین بودن. شما باور کنین ار 15ش فوت کردن دیگه عمر طولانی نداشتن. یکی از علتهای اساسی و پیامدهای اساسی امی هست که بدبینی ها همیشه در زندگی اگر خوشبینی نبود، زمینه را به مسابقه یک موریانه در ما مساعد میکنه که ما را از داخل بخوره، آنقدر از داخل ما را میخوره که بالاخره یک وقت فرسوده میشیم، نه به هدف خود رسیدن میتونیم و نه توانایی داریم. که اینها واقعا همین بدبینی استاد یا همین امیدوار نبودن به زندگی آدم یک فرد افسرده و با استرس زیاد به بار میاره و مجبور میشه که همیشه از جامعه، از کسی در کنارت هست، از او هم دور باشی. بله. و جالبی است که یک نفر که در کنارت باشه، در صورت که خودت یک انسان موفق هستی، یک انسان موفق دیگه هم در کنارت باشه، بازم احساس بدبینی به خودت داری که چرا من از این که موفق‌تر نیستم، چرا من نمیتونم مثل ازی باشم، در صورتی که شاید تو صدها مرتبه از او شخص هم بالاتر هم باشی. بله. که بزرگترین مشکل در بین افراد دیده میشه، در صورتی که تمام و کمال هست خود و شخص، میتونه از هر کاری بر بیاد از عهده از او کار، ولی متاسفانه خودش همیشه یک شخص کم و ضعیف فکر میکنه در مقابل کسی. بله. که شاید بسیار کمتر از او موفق باشه در زندگی. در این قسمت رویا جان، اکثر اوقات افرادی خیلی ها خوشبین هستن، مطمئن باشیم که یک سایت بدبینی هم در خود دارن، چون اگر قرار باشه که یک سایت بدبینی هم در خود نداشته باشن، خب اینها در زندگی گام گذاشتن نمیتونن. ما نسبت به بعضی چیزها باید در زندگی بدبین باشیم، به خاطر از این بدبین هستیم. همه موفق شد، ما چرا موفق نیستیم؟ چرا ما تلاش نمیکنیم؟ چرا ما پیشرفت نداریم؟ چرا ما اصلا چرا مشکل هستیم؟ این بدبینی های خود سازنده است در وجود ما واقعا. که ما را از یک بحران چالش به یک فهم سازندگی میرسانه. همون اگر مسئله این باشه که ما اصلا در زندگی ناامید باشیم و نسبت به همه مسائل بدبین باشیم و بگوییم اصلا ما در زمین جایگاه نداریم، اصلا در ما هیچ گاهی به موفقیت ها رسیده نمیتونیم، مثل که امروز دانشجویان ما در مورد همین امر گیر ماندن، میگه ما درس نمیخونیم به خاطر کاینده کسانی درس خواندن چی شد. اکثر کسانی که در پست های بالا کار میخواین کار کنن، اینها با وجود توانایی دارن هیچ گاه جرأت ندارن که اینها برن در اینجا داخل شون رقابت کنن. میگیم چرا؟ میگه به خاطر جامعه را واسطه گرفته، اگر قرار باشه همه با واسطه ها انتخاب شدن، در اینجا ما چیکاره هستم؟ اصلا من هیچ به موفقیت هم رسیده نمیتونم. اینا از حوال زندگی خیلی اهداف های خود را در نظر گرفتن، به خاطر که ماهیت فهم اونو موضوع در ذهن از اینا آمد. حالا دیگه موفقیت از اینا کاسته شد، زمانی که موفقیت از اینا کاسته شد، اینها هیچ گاهی رشد کردن نمیتونن، رقابت کردن نمیتونن، خود را دچار مشکل میسازن. پس به یک جمله بسیار کوتاه، واقعا این بدبینی ها را ما اگر در کانون خانواده نهادی نکردیم، خوشبینی ها را دور ساختیم، پس متوجه چند نکته باشیم، چند پیامدهای بد داره.
پیامد اول یک، فرزندان ما نسبت به دورنمای زندگی خودکفا نیستن، به خاطر اینکه اینا بدبین هستن. وقتی که اینا بدبین هستن، انگیزه و ماهیت و انرژی وجود از اینا کاسته شده است، در حالی که زندگی با انگیزه زیبا است. ما نسبت به هر آن چیزی که می‌داریم خیلی ها موفق هستیم، ولی اگر قرار باشه ما پیری را مورد بس قرار بدیم، سالمندی به طرف انسان میه، انسان را نابود می‌سازه. مرگ یک حقیقت خیلی تلخ است، به خاطر که انسان نابود شدنی است. اما ما با امید زندگی میکنیم که در 99 سال زندگی هر کار هم کرده میتونیم. حتی خوشبینی میتونه انسان جوان هم نگه داره. بدون شک. خب ماهیت خوشبینی ما را دیگه از یک چالش بسیار کلان دور ساخت. پس پیامدش همین است که اگر ما خوشبینی در کانون خانواده نداشته باشیم، انگیزه ها فرار میکنه، ما را دچار مشکل میسازه. پیامد دومش همین است که ما باعث خوشبینی ها در کانون خانواده نبود، همیشه بدبینی ها جاگزین میشه، با نظرداشت بدبینی ها نفرت جاگزین میشه و ما در مقابل خود عقده گشایی و انتقام گیری میکنیم و از دیگران هم راضی نیستیم. و در قسمت سوم که خیلی ها مهم است، همه مسیر و اهداف و دورنمای زندگی از پیش ما فرار میکنه که پیامدها رو در خود داره. زنده و سلامت باشین استاد محترم، از اینکه در رابطه با خوشبینی نظر و دیدگاهتون با ما بینیدار شریک ساختید. حالا میخوایم نظرتون رو کوتاه در رابطه با موضوعی که امروز در برنامه صبح زندگی انتخاب کردیم، در رابطه با ازدحام ترافیکی است استاد. میخوایم دیدگاهتون رو چشم دیدتون همراه ما بینیدار شریک بسازید. سلامت باشین. ما روی جان همیشه در برنامه‌های زندگی یک فرمول خوب رو در ذهن جا میتیم و این فرمول هم تجربه‌ای است که در لابراتوارهای جهان تجربه شد و عزیزان همگیم که بیاین با ما همین فرمول هم شما داشته باشین. اولا سعی میکنیم که در زندگی مانی ها رو دور بسازیم، اما واقعا در بعض وقتا زور ما به مانی ها نمیرسه. واقعا خیابان ها خرد هست، پل های هوایی نداریم، قانون های خیلی اساس نداریم. مردمان شهر ما ماشاءالله با وجودی که زیبا هستن، دوست داشتنی هستن، ولی باز هم قانون فرهنگ شهر نشینی را زیاد مراعات نمیکنن. خب پس ما با این مانی ها مبارزه کردن نمیتونیم. چیزی که در اینجا مهم است، زمانی که مانی ها را اثر را دور ساخته نتونستیم، اهداف خود را تغییر دادن میتونیم. پس ما در اهداف خود را که تغییر میتیم، به این معنا است که کوشش میکنیم ما قانون را مراعات کنیم. چراغ سرخ به خاطر عزیز ارهان، کسی که چراغ سرخ رد میشه بگذارد چه خودت عزیز استاد شو. اگر تو استاد شدی، هفته اول بالای 2 تن از افراد تاثیرگذار هستی و احتمال داره در یک ماه بالای 5 تن تاثیرگذار باشی. آل 6 تن شدی و این 6 تن در ذات خودش تولید کرده میره اندیشه و ما را از مشکلات دور میسازم. دوم، در قسمت ازدحام ترافیکی خیلی اوقات ما عجله داریم. اصلا عجله ما هیچ معلوم نیست که همه شهروندان عزیز ما همین عجله دارن که ما زود به مقصد و منزل خود برسیم. عزیز، اگر از لحاظ روانی زود به مقصدت میرسی، همه زیبایی ها را فراموش میکنی، از گل ها دور میشی، از زیبایی های جامعه دور میشی، فقط فکرت به اینه که به هدفت برسی. اینجاست که از موتورها هم از جاهای دیگه میری، راه ها هم بند میسازی و ضرر مالی و جانی به دیگران هم میرسانی. پس اگر قرار باشه که ما در برنامه های زندگی هدف خود را تغییر بدیم، این بهترین کار هست تا واقعا ما بتونیم موثر واقع شویم. تشکر، سلامت باشین استاد محترم، از اینکه دیدگاهتون در رابطه با ازدحام ترافیکی موضوع امروزی برنامه صبح زندگی با ما بینیدار شریک ساختین. هفته بعد کوتاه بگوین در رابطه با چی میخواید صحبت کنیم. هفته دیگه ان در مورد راه های بیرون رفت همین مسئله صحبت میکنیم که واقعا ما چی کار کنیم تا فرد خوشبین باشیم. زنده و سلامت باشین استاد، هفته بعد شما را خواهیم داشت در برنامه. سلامت باشین. با ما همراه باشین و بیننده صبح زندگی ما را تنها نگذارین. در 2 ساعتی که از برنامه صبح زندگی باقی مانده و داشتهای خوبی که حتما تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، سری بزنیم به صفحه فیسبوک صبح زندگی، دیدگاه تنها در رابطه با ازدحام ترافیکی همراه ما شریک بسازید و ما حتما نظرات شما عزیزان را به خوانش میگیریم. بخش 15 دقیقه سلامتی صبح زندگی را در ساعت دوم برنامه فراموش نکنید. فعلا شما خبر ساعت 8 برمیگردید.